ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. حکومت آخوندی اعلام کرد لانه جاسوسی و سفارتش در بیروت که از کانونهای گسترش تروریسم آخوندی در منطقه است هدف یک حمله انفجاری سنگین قرار گرفته و آخوند ابراهیم انصاری و شماری دیگر از تروریست دیپلمات‌های دیکتاتوری آخوندی به هلاکت رسیدند. در مورد هلاکت آخوند ابراهیم انصاری که در پوشش وابسته فرهنگی در لانه ترور و جاسوسی رژیم در بیروت مستقر بود، تلویزیون رژیم اعلام کرد ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی سفارت نظام در بیروت بر اثر انفجار مقابل ساختمان سفارت کشته شد. دیکتاتوری آخوندی در این حال تلاش می‌کند ابعاد ضربه‌ای که در این حمله دریافت کرده را بپوشاند. خبرگزاری فرانسه از بیروت گزارش داد بر اثر یک انفجار قوی در مقابل سفارت رژیم ایران در بیروت حداقل 23 تن کشته و 150 نفر زخمی شدند. وابسته فرهنگی سفارت رژیم در جریان این انفجار کشته شده است. خبرگزاری فرانسه اضافه کرد در حالی که منابع امنیتی لبنان گزارش دادند کاردار فرهنگی سفارت حکومت ایران در حال ورود به سفارت کشته شده است، سفیر رژیم ایران در بیروت در اظهاراتی طراحی شده نگفت که وی کشته شده و به جای آن اظهار کرد همه همکاران در داخل سفارت در سلامتی کامل هستند. به گزارش این خبرگزاری سفارت رژیم ایران در حومه جنوبی بیروت واقع است که قلعه حزب شیطان به حساب می آید. این انفجارها در پی دو حمله انفجاری دیگر که منطقه تحت کنترل حزب شیطان در همسایگی سوریه را هدف گرفته بود صورت گرفته است. خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود افزود اولین انفجار ابتدا توسط یک موتور سوار ایجاد شد و با فاصله کوتاهی بعد از آن یک ماشین به فاصله 30 متر دورتر منفجر شد و یک منبع امنیتی در لبنان گفت سفارت رژیم ایران هدف این انفجارها بوده است. خبرگزاری فرانسه رژیم ایران را یکی از نزدیکترین همپیمانان رژیم اسد در سوریه و حامی کلیدی حزب شیطان توصیف کرد و نوشت این رژیم تا به حال هزاران نفر را برای جنگیدن در کنار بشار اسد به سوریه گسیل داشته است. رژیم دمشق سریعا این حمله را محکوم کرد. این حمله در حالی صورت گرفت که حسن نصرالله رهبر حزب شیطان هفته گذشته تصریح کرد که نیروهای خود را از سوریه بیرون نمی‌کشد. شایان ذکر است که حمله به سفارت دیکتاتوری آخوندی در بیروت در حالی رخ می‌دهد که یک روز پیشتر در هرستا در حومه دمشق رزمندگان ارتش آزادی سوریه ساختمان یکی از مهمترین مراکز نظامی و اطلاعاتی نظامیان اسد را منفجر و منهدم کردند. این ساختمان مرکز استقرار گارد جمهوری و شبه نظامیان شبیهه و مرکزی برای استراق سم و پخش پارازیت بر روی ارتباطات مردم سوریه بود. خبرگزاری ها سلسله حملات صورت گرفته در حومه دمشق و بیروت را حاکی از اوج گرفتن عملیات و گشودن جبهه های جدید از سوی ارتش آزادی و انقلابیون سوریه ارزیابی کردند. در تکمیل گزارش های مربوط به این عملیات، ارتش آزادی در هرستا سرلشکر خلبان اسعد عواد از زوبعی فرمانده نیروی هوایی سوریه که از رژیم اسد جدا شده است گفت در این عملیات دست کم 100 تن از نظامیان و شبه نظامیان اسد به هلاکت رسیدند. 20 افسر از جمله سرلشکر احمد رستم معاون اداره ترابری نظامی و 12 تک تیرانداز در میان کشته شدگان هستند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های خبری، علاوه بر معاون اداره ترابری نظامی رژیم اسد، 3 سرتیپ ارتش دیکتاتور سوریه نیز جزو کشته شدگان عملیات ویژه ارتش آزادی سوریه در هرستا هستند. نبردهای ارتش آزادی در ورودی شهر قاره در منطقه قلمون ادامه دارد. نظامیان اسد تلاش می‌کنند این شهر را تصرف کنند. رزمندگان ارتش آزادی با مقاومت در مقابل تهاجمات نظامیان اسد مانع پیشروی های آنها شدند. یگان های ارتش آزادی بعد از نبرد های سنگینی که در این منطقه با نظامیان اسد داشتند اتوبان بین المللی هومس دمشق را قطع کردند و نظامیان اسد تلاش می کنند وارد این شهر مقاوم شوند. ضد هوایی های ارتش آزادی سوریه در آسمان فرودگاه نظامی نیرب یک هواپیمای جنگی اسد را هدف قرار دادند و آن را سرنگون کردند.
همزمان نبردهای سنگینی در اطراف فرودگاه تیپ 80 و مناطق متعدد دیگری میان رزمندگان ارتش آزادی و نظامیان اسد در جریان است. در یک جنایت جنگی دیگر، نظامیان اسد بیمارستان ولید در حمص را با موشک زمین به زمین هدف قرار دادند که بر اثر آن حداقل 10 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. این بیمارستان به طور کامل ویران شد و بیشتر کشته شدگان و مجروحین از پزشکان و پرستاران و یا زنانی می باشد که برای معالجه تحت درمان بودند. به ادامه این خبرها توجه فرمایید. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه بار دیگر موضع قاطع خود را درباره برنامه اتمی رژیم ایران مورد تاکید قرار داد و گفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم ایران را تا زمانی که این رژیم از برنامه اتمی خود چشم نپوشیده حفظ خواهیم کرد. رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه اظهار داشت فرانسه به رژیم ایران اجازه نخواهد داد که به سلاح اتمی مسلح شود. وی افزود من تایید میکنم که ما تحریم ها را تا زمانی که مطمئن نشویم که رژیم ایران به طور قطع از برنامه اتمی خود چشم پوشیده است حفظ خواهیم کرد. اولاند همچنین در یک کنفرانس خبری متعهد شده بود که فرانسه هیچ امتیازی در رابطه با تولید سلاح اتمی به رژیم ایران نمیدهد. او گفت که اگر تحریم ها نبودند رژیم ایران حتی مجبور نمیشد که همین حرف هایی را که در چند هفته گذشته زده است بگوید، چه برسد به عمل برای کنار گذاشتن برنامه اتمی. به دنبال مخالفت قانونگذاران آمریکا با دادن هر گونه امتیازی به رژیم آخوندی، باراک اوباما با رهبران سنا از هر دو حزب ملاقات می‌کند. به گزارش رویتر، رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه رهبران سنا را درباره آخرین وضعیت مذاکرات 5+1 با رژیم ایران بر سر برنامه اتمی این رژیم به روز می‌کند. این در حالی است که جمعی از سناتورها در پی اعمال تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران هستند. در این ملاقات که در کاخ سفید برگزار می‌شود، رؤسای کمیته‌های بانکی، روابط خارجی و نیروهای مسلح و همچنین جمهوری‌خواهان عالی رتبه شرکت دارند. دو روز مانده به دور سوم مذاکرات کشورهای 5+1 با رژیم آخوندی در ژنو، تلویزیون CNN گفت هیچ کس نمیتواند نتیجه این مذاکرات را پیش بینی کند. سناتور لینزی گراهام از اعضای برجسته سنا در کمیته نیروهای مسلح در مصاحبه با CNN تنها راه وادار کردن رژیم ایران به دست برداشتن از جاه طلبی های اتمی را افزایش تحریم ها و تهدید نظامی عنوان کرد. به گزارش CNN درآمد رژیم ایران از نفت بالغ بر 8 میلیارد دلار در هر ماه بود، اما اکنون به نصف آن کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم نیز ظرف 2 سال گذشته 2 برابر شده و به 40% رسیده است. نرخ بیکاری به خصوص در میان جوانان نیز بالا رفته. همه اینها فهم این موضوع را که چرا رژیم ایران خواهان مذاکره برای لغو تحریم هاست ساده تر می کند. هرچند که در آمریکا کسانی هستند که میگویند این گفتگوها تنها شیوه است که رژیم ایران از این طریق میتواند وقت بخرد. ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. آصفری از افراد خامنه‌ای و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع بر ادامه جاه طلبی های اتمی رژیم آخوندی تاکید کرد و گفت تیم مذاکره کننده و اعضای کمیسیون امنیت مجلس تاکید داشتند که تعلیق غنی‌سازی، تعطیلی سایت فردو، آب سنگین عراق و هیچ کدام از سایت ها در دستور کار مذاکره نیست. وی تصریح کرد هر پیشنهادی که در موضوع تعطیلی سایت‌ها، تعطیلی غنی‌سازی و خروج مواد تولید شده از کشور باشد مورد قبول نیست و در بیانیه پایانی نخواهد آمد. این عضو مجلس ارتجاع با سرخوردگی گفت غربی‌ها بدانند اگر مذاکره به نتیجه نرسد آنها ضرر می‌کنند. جنگ گورکا بین باند خامنه‌ای و رفسنجانی بر سر مذاکرات اتمی با آمریکا و خوراندن زهر به ولی فقیه ارتجاع همچنان ادامه دارد. آخوند احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع گفت مشخص نیست چرا امروز برخی افراد از گفتن مرگ بر آمریکا هراس دارند
و خواهان حذف این شعار هستند. از سوی دیگر جواد کریمی قدوسی عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد هاشمی رفسنجانی لیستی 50 نفره را برای در اختیار گرفتن مجلس خبرگان رژیم تهیه کرده است و افزود این جریان به دنبال فتح مجلس آینده و خبرگان است. پاسدار احمدی مقدم سرکرده نیروی انتظامی در یک تصفیه حساب باندی سعید مرتضوی را مسئول جنایت کهریزک معرفی کرد و گفت من تا کنون در هیچ محفلی عنوان نکردم که صبح روز جمعه جلسه پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشتند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می شوند. در کهریزک در هر بند که ظرفیت 50 تن را داشت 170 تن را جا دادند. جنایات صورت گرفته در کهریزک در سال 88 با دستور ولی فقیه ارتجا و توسط سعید مرتضوی و نیروی جنایتکار انتظامی برای سرکوب قیام جوانان به پا خواسته در سال 88 صورت گرفته است. با چند خبر از تحولات عراق اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. به گزارش تلویزیون الجزیره بر اثر سلسله انفجارهایی در مناطق مختلف بغداد بیش از 100 تن کشته و مجروح شدند. شدیدترین انفجار در منطقه قدیر واقع در جنوب بغداد و به وسیله خودروی بمب‌گذاری شده رخ داد. در مناطق کراده، ادوره، بغداد جدیده و شهرک صدر بغداد نیز انفجارهایی رخ داد که جان تعدادی از مردم در این مناطق را گرفت. به گزارش تلویزیون التغییر یکی از رهبران جریان صد فاش کرد خامنه ای نامه ای برای مقتدی صدر رهبر جریان صد فرستاده و نسبت به ادامه رودررویی بین او و نوری مالکی هشدار داده است. وی گفت در این نامه خامنه ای صدر را تهدید کرده و نوشته است از همگسستگی اتحاد ملی شیعه معنایش این است که برخی با طرفهای دیگر عراقی و منطقه‌ای که با رهبری ایران و شیعه در منطقه دشمن هستند به توافق رسیدند. وی خاطر نشان می کند رهبر جریان صدر بر اساس نامه‌ای که خامنه‌ای برای او نوشته است از نیروهایش خواسته است که به مالکی حمله کنند و نزد مراجع دینی شیعه در نجف از او شکایت و انتقاد کنند. این منبع افزود خامنه ای بر این عقیده است که صدر برای سرنگون کردن بزرگترین همپیمان سیاسی رژیم ایران در عراق طراحی می‌کند. احمد المصاری نماینده پارلمان عراق گفت تکروی در تصمیم‌گیری‌های امنیتی وجود دارد که بیانگر دیکتاتوری جدید است. وی در یک مصاحبه تلویزیونی افزود مالکی در منطقه از طرف رژیم ایران حمایت می‌شود. احمد المصاری محاصره مردم در مناطق مختلف بغداد توسط نیروهای مالکی را محکوم کرد و خطاب به مالکی گفت ما اصلا باور نداریم که هدف تو جنگ با تروریسم است. طرح‌های دیگری پشت این اهداف است، از جمله تغییر بافت اجتماعی استان بغداد که ما در مقابل آن با قدرت می‌ایستیم. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان میرسد. به اطلاعات میرسانیم که قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی همکنون در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در حال بررسی است. ما منتظر هستیم و به محض تصویب این قطعنامه گزارش آن را به فوریت به اطلاع هموطنان عزیز خواهیم رساند. خدا نگهدار همیشه.